در قرن 19 هم به خصوص یک جریان هنری جدیدی به راه افتاد که به اورینتالیسم یا شرق‌شناسی معروف است. هنرمندانی از اروپا و آمریکا به خاورمیانه و آفریقای شمالی سفر می‌کردند و از مردم و مناظر این کشورها نقاشی می‌کردند. کارهای این هنرمندان بعدها از سوی نویسندگانی همچون ادوارد سعید در کتاب شرق‌شناسی او مورد انتقاد قرار گرفت. یکی از ایراداتی که از هنر اورینتالیستی گرفته میشه و ادوارد سعید هم در کتاب شرق‌شناسیش بهش اشاره میکنه، تصویریه که از زن شرقی در این دوره هنری ارائه میشه. چون هنرمندان غربی دسترسی به حرمسراها نداشتن، برای خودشون تصورات و خیالاتی داشتن و تصویر اونها از زن اراتیک، هوس‌انگیز و در بسیاری از موارد توهین‌آمیز بود که با واقعیات همسو نبود. ولی این یکی از تابلوهای نادریه که زیبایی یک زن شرقی داره درش ستایش میشه. هنرمندش چزار دلکوای ایتالیایی است و این زن مربوط به دوره عثمانیه و احتمالاً از چهره شونیم پیداست که باید از قفقاز باشه. مسئول برگزاری نمایشگاه اولیویا ترلکلد میگوید که انتقادها به دیدگاه هنرمندان اورینتالیستی وارد است، به خصوص دیدگاه آنان نسبت به زنان در کشورهای شرقی. انتقاد به اورینتالیسم وارده. بخش مهمی از این نمایشگاه درباره برخورد با این دیدگاه هنرمندان اورینتالیستیه که یک تصویر خیالی از زنان شرقی داشتن و اونا رو مرموز و هوس‌انگیز می‌دونستن. حرمسرا به عنوان نوعی فضای ممنوعه دریچه بود که دیدگاهشون در مورد شرق به اصطلاح رازآمیز رو شکل بدن. اما ما امیدواریم که با ارائه محترمانه این دیدگاه‌های کلیشه‌ای و قالبی در این نمایشگاه بتونیم این نگاه‌های کلیشه‌ای رو زیر ذره‌بین قرار بدیم و این پرسش جدی رو مطرح کنیم که چرا و چگونه این دیدگاه متفاوت میتونه امروزه فراگیر بشه. ولی تبادل هنری بین شرق و غرب قرن‌ها پیش از جریان هنری اورینتالیستی قرن 19 هم وجود داشته. در این نمایشگاه نمونه‌هایی از بشقاب‌های تزیینی وجود دارد که نشان می‌دهد که چگونه هنرمندان ونیزی در قرن 15 هم از هنرمندان دوره عثمانی تقلید می‌کردند. در قرن 15 و 16 در دوره جمهوری ونیز، ونیزیا علاقه زیادی پیدا کردند که پورتره سلطان‌های عثمانی را بکشند و به همین دلیل در 1480 جنتیل بلینی، نقاش معروف دوره جمهوری ونیز، به استانبول یا اون موقع بهش میگفتن قسطنطنیه رفت و پورتره سلطان محمد دوم کشید که از نقاشی‌های معروفه. اون اولین بار بود. 100 سال بعد این علاقه ونیزیا به سلطان‌های عثمانی همچنان ادامه پیدا کرد و این پورتره در 1580 کشیده شده، مربوط به بایزید اول، سلطان دیگر دوره عثمانی است و درش جزئیات هنر دوره ونیزی رو به خوبی میشه مشاهده کرد. اما در اواسط قرن بیستم هنر اورینتالیستی محبوبیتش را از دست داد. با زوال دوران استعمار، کارهای هنرمندان اورینتالیستی از رونق افتاد. نقاشی‌های اونا رو دیگه نامطلوب می‌دونستن و معتقد بودن که این نوع هنر به دوام دیدگاه‌های کلیشه‌ای در مورد شرق کمک می‌کنه، که این البته تا حدی درسته. ولی ما امیدواریم که در این نمایشگاه بتونیم یک دوره تاریخی طولانی‌تر رو با همه پیچیدگی‌هاش نشون بدیم. در این نمایشگاه چند اثر هنری از ایران هم به نمایش گذاشته شده، از جمله راهنمای سفر به شهرهای اروپایی و نشانهای سلطنتی دوره قاجار. این یکی از تابلوهای نقاشی است که هنرمندان ایرانی تحت تأثیر هنر غربی اونا کشیدن. تابلوی نقاشی مربوط به مظفرالدین شاه است که 120 سال پیش کشیده شده. از یکی از عکسای اون تابلو کشیده شده. به همین دلیل می‌بینیم حالتش خیلی طبیعیه و اون شکل
بیزی که در وسط تابلو وجود داره نشون از تأثیر غربی در این تابلو در اواخر دوره قاجار رسم بود که تابلوهای مثل اینو مثل کشورهای غربی در ادارات دولتی نصب می‌کردن و به احتمال بسیار گفته میشه که این تابلو رو یکی از شاگردان دارالفنون کشیده. یکی از صادرات مهم ایران در دوره صفویه یعنی 400-500 سال پیش ابریشم به اروپا بود. خانمای فرانسوی به خصوص دوست داشتند که کیف دستیشون با ابریشمی ساخته بشه که از ایران اومده. اینجا ما چند نمونه از این کیف دستی ها رو میبینیم که مربوط به 300-400 سال پیشه و در پاریس ساخته شده و بسیار در بین خانمهای شیک پوش طرفدار داشته که کیف‌های با ابریشم ایرانی در دستشون باشه. در بخش آخر نمایشگاه هم آثار 4 هنرمند زن معاصر از جمله شیرین نشاط به نمایش گذاشته شده که نگاه انتقاد آمیزی به هنر اورینتالیستی دارند. یکی از این هنرمندان اینچی اوینر هنرمند اهل ترکیه است که اثری از انتوان ملینگا که 200 سال پیش کشیده بازسازی می کند و به ویژه این دیدگاه او را که حرمسرا مکانی برای دسیسه چینی و بردگی جنسی زنان بوده به چالش می کشد.